سرخط خبرها. سرانجام استاد عطا محمد نور رهبر جمعیت اسلامی افغانستان در لا و لای پیام هشت ثورش در مورد کشته شدن خواهرزادهش پیام غیر مستقیم را به طالبان صادر کرد. ویدیویی از نسل کشی سیستماتیک در ولسوالی خوست و فرینگ که باورتان نخواهد شد. اربکی ایم از داری دالر و خولی امریکا. برادر همیرا قادری، خالد قادری، به شد مجازات توسط طالبان محکوم شد. اما چرا؟ خشم هندوستان در مورد رها کردن افغانستان توسط کشورهای غربی و امریکایی. سلام، با سرویس اطلاع رسانی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفاً چینل را سبسکرایب کنید. پیام عطا محمد نور و مناسبت هشتم ثور، تحولات و ساختار سیاسی در کشور. خبرگزاری دید تازه میگوید که عطا محمد نور شورای رهبری جمعیت اسلامی در پیام به مناسبت هشتم ثور سالروز پیروزی مجاهدین بر حکومت مورد حمایت شوروی سابق در افغانستان به تحولات و ساختار سیاسی کشور نیز پرداخته است. در این پیام که روز پنجشنبه منتشر شده آمده است که روی مسائل مانند عوامل ناکامی مجاهدین در تشکیل دولت، تحولات سیاسی پس از آن، وضعیت کنونی و راه‌های بیرون رفت از بحران اقتصادی و مهاجرت پرداخته شده است. رئیس شورای رهبری جمعیت اسلامی در پیوند به هشتم ثور چنین روایت می‌کند: روایت جهاد مردم افغانستان در سایه رویدادهای پس از جهاد در پی توطئه دشمنان داخلی و بیرونی مکتوم ماند، اما نباید فراموش کنیم که جهاد مردم ما یک حادثه بزرگ تاریخی بود که نه تنها برای مردم افغانستان آزادی کشور و سرنگونی رژیم کمونیستی را به ارمغان آورد، که برای بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای تحت سلطه شوروی پیشین آزادی و حاکمیت ملیشان را رقم زد. و بدین ترتیب می توان گفت که جهاد افغانستان نه تنها در بود داخلی که در بود بین‌المللی و منطقه‌ای نیز دستاوردهای بزرگی داشت. در بخشی از پیام آقای نور به بیان دیدگاهش در پیوند به ساختار حکومت در افغانستان پرداخته و از ایجاد یک ساختار فراگیر حمایت کرده است. راه حل اساسی بیرون رفت از وضعیت کنونی را تن دادن و تشکیل یک حکومت فراگیر به طرف و متشکل از طرفهای دخیل در قضای افغانستان به ساختار نظام غیر متمرکز و پارلمانی می دارد. حکومت شکل بگیرد که در آن تصمیم مردم از طریق کاربرد رأیشان تمثیل شود. آقای نور در بخش دیگری از پیامش جامعه جهانی را نسبت به اوضاع کنونی در افغانستان مسئول می‌داند و تأکید می‌کند که یکی از عوامل این وضعیت نابسامان افغانستان جهان است و باید به ملت افغانستان پاسخ بدهند. جامعه جهانی از سکوت مرگبارش در برابر افغانستان و مردم آن در دادگاه تاریخ پاسخگو است. گفتنی است که طالبان حکومت موقت خود را همشمول و فراگیر می‌دانند و سخن زدن در این مورد را همواره تلاش برای مداخله در امور داخلی کشور تعبیر می‌کند. این در حالی هست که عطا محمد نور غیر مستقیم به ناآرامی‌های اخیر ولایت بلخ اشاره کرده و گفته است که انتقام هر جنایتی را که طالب در این ولایت مرتکب شدند را به زودی خواهیم گرفت. خبر بعدی، ظلم است، قتال است و نسل کشی در حالت رخ دادن است. این نوار تصویری از برادران دره سوچی ولسوالی خوست ولایت بغلان است که در چند روز گذشته در خانه های مردم به زور داخل شدند و مردم را با صد نوع توهین و تأخیر و ظلم و ستم بردند و به زندان های شخصیشان که حتی پای پوش پوشیدنی مردم را نگذاشتند و یک نت دیگر را گذاشتند که گویا این دستگیر شده ها مزدوران امریکا هستند و اربکی ها هستند. در حالی که همین برادران تعدادشان معلوم برحال هستند، تعدادشان دهقانکار، تعدادشان در اصناف مختلف اکتسابی هستند، تعدادشان در عمر خود وظیفه دولتی اجرا نکردند و تعداد دیگری از اینها اطفال زیر سن 15 هستند که طالبان دارن انسان کشی و نسل کشی را بر راه انداختند. گویا هیچ دیدبان حقوق بشر، حقوق انسانی، حقوق ملیت‌ها، سازمان ملل و غیره وجود ندارد که اقلا دادخواهی و رسانه‌ای کنند تا این گونه نسل کشی و قوم کشی جلوگیری صورت گیرد.
بنان از تمام رسانه‌های داخلی و خارجی خواهش مندیم که در مورد توجه مبذول داشته باشند تا از ظلم و ستم و کشتار مردم بیگانه و مظلوم جلوگیری شود. گرفته شده از برگ رسمی همت. خبر بعدی، خبرنگار هراتی با جرم ابراز نظر در فیسبوک در دادگاه طالبان به یک سال زندان محکوم شد. پس از گذشت بیشتر از یک ماه از بازداشت خالد قادری، خبرنگار اکنون خانواده‌اش می‌گوید که او با جرم ابراز نظر در فیسبوک در دادگاه طالبان به یک سال زندان محکوم شده است. همیرا قادری نویسنده و خواهر این خبرنگار در توییترش نوشته است: برادرم با دلیل ابراز نظر در مورد طالبان در یک محکمه نظامی به یک سال زندان بدون حق استئناف خواهی محکوم شده است. این در حالی هست که سازمان‌های جهانی از جمله سازمان عفو بین الملل بارها از بازداشت‌های فعالان مدنی و خبرنگاران از سوی طالبان انتقاد کرده و گفته است که نباید خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر مورد بازداشت‌های خودسرانه قرار گیرند. اما مقام‌های طالبان بارها گفتند که به آزادی بیان احترام دارند و به آزادی رسانه‌ها حرمت می‌گذارند. خبر بعدی، نارضایتی هند از فرار اروپا و آمریکا از افغانستان. وزیر خارجه هند تازه گفته است غرب جامعه مدنی افغانستان را نابود و این کشور را تنها گذاشته است. جی شنکر وزیر امور خارجه هند از کشورهای غربی خواسته است که در کنار اوکراین و مسائل مهم دیگر نیز توجه کنند. او روز گذشته در هفتمین نشست گفتگوهای استراتژیک ریسینا در دهلی نو گفته است که جنگ اوکراین موضوعی است که همه را نگران می‌کند، اما آسیا با مجموعی از چالش‌های خاص خود مواجه است که اغلب بر نظم مبتنی بر قوانین تأثیر می‌گذارد. او با اشاره به افغانستان گفت: لطفاً با من بگویید کدام بخش از نظم مبتنی بر قوانین آنچه را که در جهان در آنجا یعنی افغانستان انجام داده است توجیه می‌کند. وزیر خارجه هند خاطر نشان کرده است که در کمتر از یک سال کل جامعه مدنی افغانستان توسط جهان نابود شد. جی شنکر افزود که اولویت ها برای کشورهای مختلف متفاوت است و در سایر نقاط جهان نیز به همان اندازه موضوع های مبرم وجود دارد. او در حضور مقام های ارشد اروپایی که در این نشست شرکت داشتند گفت که کشورهای غربی افغانستان را به حال خود رها کرده اند.